از بابام خدافظی کنی. صبر کن. پیشت باش. ممنون آقا جون. از دیشب که اون سیلی رو بزدم تا خود صبح دلم سوخت. بهتره که دل پدری که مرگ پسرشو بخواد. هیچ پدری نمیخواد. بله آقا جون. سلام. 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 صبح خیر. بدم. بدم. خودم میزنم. برو بشین. خب قربان. دستور بدین کجا برم؟ برو دیگه مستقیم برو. همین مستقیم؟ آره دیگه چه فرقی داره برو. آقا محمد. بالاخره اینجوری هم که میگن نیست. حالا هر آدمی هم میتونه اشتباه بکنه دیگه. تو هم اولیش نیستی. اونا خودشون هم بچه دارن، جوون بودن. فوق فوقش چند ماهی اضافه خدمت واسط ببرن. همین. طاهر. این بغله نگه دار. چیکار داری میکنی؟ بابا میخوام ساکمو بردارم. ساک میخوای واسه چی؟ ما پیاده شم. محمد قاطی کردی تو دوباره. شما ها قاطی کردین. همتون. لابد انتظار داری همینجوری دنبالت بیام تا پادگان. سرام بندازم پایین برم بگم بله قربان این گردن من بزنیم. محمد. بس ببین. مسخره کردی منو؟ من مسخرهت نکردم تو. خب مگه تو دیشب به من نگفتی بیام دنبالت؟ بابا گفتم اما نگفتم ببرم پادگان که. گفتم؟ نگفتم. من فقط می‌خواستم خلاصم کنی. این یه ذره کمک کردم برات سخت بود رفیق. اون کوه دماوند سر جاشه. منم نخواستم جا به جاش کنی که تا اینجا آوردیم دستت درد نکنه. دمت گرم. خیلی ممنون. از این بعدش هم خودم میدونم چه خاکی تو سرم کنم. واسه اینکه محمد برای چی دیوونه شدی؟ چرا قاطی کردی ها؟ ولم کن تو. نمیخوام ول کنم. چته؟ برو آقا جون. ولم کن. حرف بزن جواب منو بده. چته؟ کاری بتون نداره. آقا جون رفیقمه، داداشمه. برو دیگه. معتاد شده؟ یکی جور من بده. میگم رفیقم آقا برو داداشمه. حرف بزن. محمد این کارا چیه میکنی؟ ها؟ ما که دیشب با هم حرفمونو زدیم. تو زدی؟ مثل بابام، مثل بقیه. حرفتونو میزنین بعد میکروفونو میذارین جیبتونو میرین. وایسادین ببینین حرفای من چیه؟ خیلی خوب وایسادم. بگو حرفت چیه؟ یک کلمه. من باید برم. زندانیشم. دادگاهیشم. اعدامشم. باشه. باش با میستم. اما من دیگه تو اون پادگان بر نمیگردم. آدم یه دفعه میمیره. میفته تو رخت خواب میمیره. میره بالای دار میمیره. میزننش پیخ دیوار تخت تخت.
میمیره. اما یه دفعه من 100 دفعه اونجا مردم، با حسین بی سیبچی که تیر خورد تو سرش مردم، با آج رسول که خمپاره خورد تو شکمش مردم، با سرگروبان جلالی مردم، با سرباز بدوی مردم. من دائم مردم طاهر، مردم. تو میتونی، بقیه میتونن، من نمیتونم. چی کار باید بکنم؟ بابت این بابام میزنه تو گوشم، میگم باشه. تو اینجوری یقه منو میگیری، میخوای خفم کنی، میگم باشه. ممکنه بندازنم تو حبس، میگم باشه. بابا من چی کار کنم؟ چی کار کنم حرفمو بفهمی؟ خب حالا میخوای چی کار کنی؟ میرم ترمینال یه ماشین میگیرم، یه اتوبوس سوار میشم، میرم مشهد، از مشهد میرم زاهدان، از اونجا یه خاک تو سرم میکنم. به سر جاده نرسیده میگیرنت. از منو بازی دادی تا کار خودتو بکنی. نمیتونی بری مسافرخونه، نمیتونی تو خیابون آفتابیشی، بعدم خودت که خودتو معرفی نکردی. بگیرنت بدترین مجازات رو واسط میبرن. میخوای چی بگم؟ خودت میگی نرای پس دارم نرای پیش، کسی هم که نیست کمکم کنه. شدم مثل یه سیب گندیده وسط جاده که ای چرخا بیان از روم رد بشن و خلاص. بابام که اونجوری منو از زندگی میندازه بیرون، تو هم که اینجوری یقمو میگیری میخوای خفم کنی. دیگه چی بگم؟ محمد، محمد یا بالا، یا بالا، روانی تا دشمن نرسیده، یا بالا. اینجا کجاست؟ خونمونه. یه چند روز بعد اینجا نگرد دارم تا ببینم چی میشه. بیا پایین. محمد پیاده شد دیگه، واسه اینجا تو صدات کنم. بیا پایین. یا محمد بیا. بله آقا جون. آیی کله پاچه خریدی؟ کله پاچه نه. بکی بک کم صحبت زد رفتی کله بخری. با جان بیا. اومدم این در ماشین رو قفل کنم، یادم رفته بود. اومدم عقب. یا من چل تا رفتم. یا محمد تاره کجا داریم؟ اینجا مال سرایداره مونه، غلام علی. چند وقتی رفته ولایت، حالا تو بمون تا ببینم چی کار میتونم بسرد بکنم. میگم تاره من سرباز فرقی هم بسرد اون درده سر میشه. محمد الان وقت این حرفاست. بوده بود برو تو بیرون نیا، آقام بره میام پشت. بود سلام علیکم. کجا بودی صبح به این زودی؟ یکی از همدوره ایام میخواست برگرده جبهه، رفتم باش خداحافظی کنم. خیلی خوب، حالا وقت رو تلف نکن، میلاره برده خورده کت و کولت نرمشه. آقا جون میدونین که من بدوام واسم بهتره. بدوی بهتره؟ بله. ببین تو خودتو بجنبون، هر جوری میخوای بجنبون،
بادو افیاکو افدو افدو افچا افانجو صبونه خوردی؟ گشتن نیست. حالا آقا بره واسه صبونه درست میکنم میارم، فقط دیده نشی که اوضاع جفتمون ناجوره. چشم. نمیت کن برو بشه درم ببن. ببین تایر، دکتر نعیمی امرو میاد میدون، دعوت منه، مخصوص گفتم بیاد واسه دیدن تو که بدون دخترش واسه چه شازده فری میخواه. آقا جون تو این قضیه نمیشه خورده کوتا بیان. کوتا بیان؟ دکی فکر کردی دختره رو خوابوندن تو آبنمک واسه تو؟ دو سالتون نخشم. ببین تایر، من احتیاجی به مال دنیا ندارم. انقدر جمع کردم که هفت پشتم بخورن شیکم درد میگیرن. مشکل من یه فامیل گنده است. یه فامیل گنده. دلم نمیخواد مثل اون صابر یا چشت بخور به یه ماده و نفهمی چه خبره با مخ بری تو دیوار. هرچی بهش گفتم پسر دختره ایچ درنگ خاجی هم تراز تو نی نشد. دختره یه دوتا چشمک پلکک اومد، اونم ندید بدید غش و ضعف و تلف شد. من غفلت کردم. واسه تو نه، غفلت نمیکنم. ببین طاهر، این دکتر نعیمی کمتر از وزیر و معاون تو فامیلشون نیه، همه تو این مایان، سفیر، وزیر، وکیل. طاهر میخوام پرتت بکنم اون بالا بالا ها، میخوام آیندت تامین بکنم. وقت بگم خدا حساب من با بچم تسویه است، من هر کاری میتونستم واسهش کردم. ببین طاهر، دلم میخواد یه جوری لباس بپوشی، یه جوری را بره، یه جوری حرف بزنی که این دکتر نعیمی ها کله پا بره خونش. که اگه یه موقع پیغوم دادیم داریم میایم خواستگاری، 20 تا زنبوری پای بلند بچینه و کوچه رو واسه ما با چراغ رنگی ریسه بکشه. سلام. سلام زنده داش. علیک. به شما گفتم با شوهرت بیای تو باغ را بری، نگفتم جرز دیوار فالگوش واسی واسه من. داشتم میرفتم آقا جون. داشتیم میرفتی، اما دیدی صحبت خواستگاری و زن و عروسی این حرفاست پاپسوس شد. شما هم با همین حرفا حال میکنین دیگه. ببین میخوام حولش بدم تو چاله. این فکر میکنه چاله است، اما من میگم بهشته. علی شمایی؟ طاهر، طاهر. بله آقا جون. دکی دکی انو لخت پتی هستی، لباس بپوش میخوام بریم میدون، مهمون دعوت کردی. آقا جون مگه نگفتین زور؟ من زور خودم میام. دیر نکنی آقا.
شما شال و کلا کردی کجا؟ یه دقیقه دارم میرم خونه حاجی خانم. فایدشه اونجا زنگ بزن. باشه بیا بریم میرسونیم. نه آقا جون شما تشریف ببرید. من میرسونمش. غلام علی برگشته؟ نه. برگشته آتی؟ نه دوشنبه دیگه هم نمیاد. خودتون گفتین تا دو هفته میتونه نیاد. چطور مگه؟ داشتم را میرفتم فکر کردم از اتاقک یه صدایی شنیدم. فکر میکنم اشتباهی شنیدم. اتاق غلام علی؟ نه آقا جون من گذاشتمش اونجا. چی گذاشتی اونجا؟ یه گربه است. رد میشدم دیدم یه چند تا موش دارن اونجا میپلکن. یه گربه انداختم اون تو درم بستم. گفتم بذار این گربه حساب موشا رو برسه. ببین طاهر یادت باشه گربه رو بندازی بیرون. گربه جایی چشته بخوره دیگه سخته بیرونش بکنی. رو چشم. بریم سوال. خدا حافظ. من برم سویچم بگیرم. نه ترس منم. ببخشید نشد واسه چایی بیارم. خیلی تابلو بود. تمام دیشب بیدار بودم. اصلا نفهمیدم که خوابم بود. راستی تا هر یه گافم دادم. این خانم... آره میدونم زنده داشتمه. مگه نگفتم سر صدا نکن. ببخشید. حواسم نبود. محمد من فکر میکنم باید به خانوادت خبر بدم. خبر بدی؟ پس واسه همین من آوردی اینجا؟ میخواستی تحویلم بدی؟ آخرش که چی محمد؟ امروز اینجا موندی. فردا چی؟ پس فردا چی؟ دو روز دیگه که غلام علی میاد چی؟ تو نگران اونش نباش. من زیاد سربار تو نمیمونه. تازه کسی نفهمی تو اومدی دنبال من. اگرم بفهم خودم معرفی نکردم کسی یقه تو رو نمیگیره. چیه؟ فکر کنم به ستایش گفتم تو میدونم. ببین تاهر تو میتونی به ستایش خبر بدی؟ بگو به کسی چیزی نگه. بگو یه جای امن رسیدم خودم بهشون زنگ میزنم. برو برو تو از دهنش در نیومده به کسی چیزی نگفته. برو دیگه. ببین تو هر فقط اگه مادرم برداشت قطع کن. میفهمی که ستایش ستایش ماما ماما جان من برمیدم. الو سلام شما؟ منم طاهر. اگه کسی اونجاست اسممو نگیرید. یعنی چی؟ کی ماما؟ کار مهمی باتون دارم. گفتم کی؟ با من کار دارم. چی شده؟ محمد نرفت پادگان. چرا؟ وسط خیابون از ماشین پرید پایین. پاک زده به سرش. میگه میخوام برم زاهدان. کجا؟ زاهدان. الان کجاست؟ الان آوردمش خونه خودمون. هنوز کسی خبر نداره. گفتم باش حرف بزنم شاید راضیش کنم نره. واقعا نمیدونم چی داره میشه. فقط گفتم به شما خبر بدم. کاری داری زنده داشت؟ نه کاری ندارم. نه که ماشین تو حیاط نبود. نفهمیدم کی برگشتی. ببخشین نه با شما نبودم. حالش خوبه؟ فعلا که خوبه. من میتونم ببینمش. نمیخوام مزاحمتون بشم. گفتم ولی شاید اگه من باش حرف بزنم. نه اشکالی نداره. شاید شما بتونین باش حرف بزنین راضیش کنین. من زور باید برم کلاس.
من بعد از ظهر باید باشه. بعد از ظهر بیاین. میخواییم بیام دنبالتون. تو چی گفتی؟ بیاد اینجا؟ خب چیکار کنم محمد؟ نتونستم چیزی بهش بگم. میخواد تو رو ببینه. ای بابا داخل ببینه که چی بشه. من نمیدونم محمد، من هیچی نمیدونم. مخم پاک از کار افتاده. من ناهار باید پیش آقا جونم باشم، اونم دیر رسیدن و بدقلی حالیش نیست. خواهرتم اصرار داره تو رو ببینه. من این وسط موندم چیکار باید بکنم؟ پس تو دیگه از من بازجویی نکن. ببخشید. به درد سر انداختم. راستشو بخوای آره، فقط بدیش میدونی چیه؟ بعدیش اینه نمیتونم بذارم تو هر غلطی دلت میخواد بکنی و کاری از دستم برمیاد واسط انجام بده. کجا به این عجله؟ مامان باید برم برای یکی از دوستام رفع اشکال کنم. نهار نمیخوری؟ نه گشنم نی. خدافظ. خدافظ. طاهر ساعت تو چنده؟ یه رو به زوره. برو تو درو ببن. فاکتوراش هم نوشتم آقا جون، شما یه نگاهی بکنیم بعد امضا. خب نگاهش میکنم. ببین صابر، به این آقا رضا بگو کباب برگا سفارشی باشه، کوبیده زعفرونی، زرده، نوشابه، دوغ، پیاز، سبزی، ماست، همه چی تمام و کمال. بگو مهمون غریبه داریم، آبروداری بکنه. نیم ساعت بعد از ظهرم غذا اینجا رو میز باشه. افتاد؟ بله آقا جون. این فاکتور هست. این پسر نایمد؟ نه هنوز نایمده آقا جون. تاهر دقیقه بیا. چی شده؟ از ظهر گذشته. من میترسم راه رو گم کرده باشه. تفلی اصلا جایی رو بلد نیست. از مدرسه میره تا خونه اون کلاس زبان همین. تاهر میترسم گم شده باشه. نه ترس، آروم باش. ببینیم چی میشه. برو بشه. رد نشین. من نرسیده به میدون میرم. ای بابا خانم رد شدیم که. 4-5 کوچه است. راهی نیست. میتونی پیاده بری. آقا مهمونتون اومد. خواهر چی؟ نه خیر آقا، نه خواهر نه. با سینات رو ده پایین. آه چشم. سلام آقا فردوس.
قدم رنجه فرمودیم. خیلی خوش آمدیم بابا. کجاست؟ میدونی چقدر راه اومدیم اینجا؟ چیکار کنیم؟ باید حاشیه شهر باشیم ما دیگه. چقدر حاشیه دیگه؟ پسر بزرگم صابره. سلام. ماشاءالله جدی میگی؟ بله. خدا حفظت کنه. صابره آوردی تو این کار دیگه. صابر با آقای صفایی گفتم همراه آقای دکتر رو پذیرایی کنم. پلیس داد جان. با اسدی امین تو دفتر باش، من میفرمایم. ماشین پارک کنیم بفرمایید. بفرمایید. آقا شمیز جلو. تاهه محمد داری چی میایی بیرون؟ سعدی یکه این از من گم کرده. آخه درد خودم کم بود، یکی نیست بگی آخه. باش 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 محمد جون، آروم باش. من میرم دم در وای میستم. تو برو تو نیایی بیرون ها، برو تو. خانم نادری، خانم نادری تشریف بیارید. سلام، ببخشید من تاکسی من اصلا اینجای نه، همین کوچه هست، نه ایراد نداره، همین جاست. حال محمد خوبه؟ بد نیست. بفرمایید دکتر، بفرمایید، بفرمایید، خواهش میکنم. بابا چه کردی؟ بفرمایید. دست درد نکنه. ما اینجوری همش می‌زنیم. خیلی زحمت افتاد اینا. اختیار داری. خدا حفظت کنه. قابل شما رو هم به به. کره محلی آقای دکتر. کباب گوسفندی آقا رضا. خیلی تو زحمت افتادی. کباب توپ. بس بس. بس همین بس من خودم. آقای دکتر بفرمایید. خانم زحمت کشیدین. من یک کوبیدم برای شما بذارم آقای دکتر. نه کوبیدش خیلی خوبه. ببین گوسفندی چشم خیلی دوست عالی. خیلی به زحمت افتادی. الو یه دقیقه همینجا باشیم، من در باز کنم. نه من کسب ندیدمش. خیلی خوب، اگه اومدی یا زنگ زد بگو آقا جون با مهمونش منتظرشن. بفرمایید داخل. یه لحظه باشیم، من در رو ببینم. باش اگه دیدمش میگم. فعلا خداحافظ. سلام. به طاهر گفتم تو آدرس مادرس سرت نمیشه. تو که هیچی سرت نمیشه. خیلی خوب حالا. ور نزن دیگه.
نه بعد میامدی که اومدی. الان که اومدی قور نزن. حرفی بزن، چرا داری زندگی هممون رو خراب میکنی؟ چرا داری عذاب به دل هممون میذاری؟ یه لحظه فکر مادر بیچاره رو کردی؟ اصلا یه آن به اونا فکر میکنی؟ این چه هوسی بود افتاد به دل زندگی هممون رو به هم ریخت؟ بابا سرشو پیش مردم نمیتونه بالا بگیره، میگی به جهنم؟ باشه جهنم. مامان یه چشش شده عشق، یه چشش شده خون، اونم به جهنم. آخرش چی؟ این بهشتی که میگی کجاست؟ دیشب شنیدی بابا میگفت تا امروز وقت گرفته؟ آره، اون وقت دیگه تموم شد. من هم میخواستم به همه تون ثابت شه که راه در رای ندارم. نمیگم راه زندگی من انتخاب کردم، نه اینو نمیگم، اما راه مردنمو که میتونم انتخاب کنم. پس که بهتره چونه نزدیم. من بیرون منتظرم. ستایش، خب چته؟ مگه تو با هم حرف نزدی؟ نمیخوای حرفمو بشنوی؟ از چهار گوشه ایرون میوه میاد توی میدونه تربار فردوس، انگور از ارومیه و تاکستان و دریز و قوچان، سیب قرمز از دماوند و گلابی از نطنز. البته اینا مال مصرف داخلی ها، درجه یک تر از اینا هم هست که تو کرج بسته بنده میشه برای صادرات. فرامرز یه دوت خوشه از اون انگورای صادراتون شما دکتر بده. آی دکتر اینا رو ملاحظه بفرمایید. پسر برادرت کجاست؟ نمیدونم آقا. برو منو ببرد. آقا فردوس جونم، من با اجازت ساعت 3 یه جلسه دارم، بایستی مرخص بشم. قدم رو چه شما گذاشتین آقا دکتر؟ حقیقت دیدن اینجا هم کار یه روز و دو روز نیست. متعلق به خودتونه، هر وقت اراده فرمودین من مزاحمت میشم ان شاء الله. البته این دفعه نوبت شماست، با خانم بچه‌ها لواسون در خدمت هستم. خب آقا جان خیلی خوشحال شدم، مواظب بابا باش. خیلی لطف کردین. قربون شکلت برم. قولی زاده جان بریم آقا. فرامرز. بله آقا. شاید جایی گیر کرده آقا جون. آکی گیر کرده؟ غلط کرده، گیر کرده. بهش گفته بودم که بودنش امروز خیلی مهمه. بازدید مازدام همه شلکی بود، میخواستم طاهره به دکتر معرفی کنم. آخ این پسره. جواب توی صابر صدا بزن. آقا صابر تلفن باشه، ما کار داره. هر کی بگو بزن زنگ بزنه، الان کار دارم. خانم از خونه زنگ زد. آه اومدم. ببین بعد آقا جون بپرس طاهر خونه هست. چرش آقا جون. صحبت کن انیسه.
الو سلام انیس. گربه آقا طاهرمون رو دیدم. چی؟ اون گربه ای که صبح آقا طاهر میگفت و دیدم. زنگ زدی همینو بگی؟ مگه این خبر کمیه؟ اونم چه گربه ای؟ ولی ما هرچه گربه دیدیم رو چهار دست و پاش را میره، اما این گربه رو دوتا پاش را میرفت. من که نمیفهمم تو چی میگی. وای چقدر خنگی تو صابر. میگم آقا طاهر یکی آورده خونه، نمیدونم قضیهشون چیه، اما دختر عین ابر بهار گریه میکرد، میگفت آبروی خانوادهشون رفته. مبارکه انشالله. الانم اونجاست؟ بله، اگه زود برسیم ملاقاتش میکنیم تا مرخص قفصم پیدی را بیفتین. کی هنوز اونجاست؟ از طاهر حرف میزدی؟ نه، اتفاقی که واسه طاهر نیفتده. نه آقا جون. چرا خول شده؟ قضیه چیه؟ واسه چی طاهر نیمده؟ واسه چی هنوز تو خونه مونده؟ بنال! طاهر یه دختری برده خونه. چی؟ دختره هلا اونجاست، میشه طاهر. کی اینو گفت؟ انیس، اون گفت با دو تا چشمای خودش دیده. سر یه نالایق سوی چمنو برده بیار. چی شده واسه بر؟ چی شده بر؟ بچه های من لیاقتشون اینه، همینه. منو پیش دکتر سنگ رو یخ میکنه واسه چی؟ آقا تو خیلی داریم تو میرینا، یکم یواشتر، خدای نکرده تصادف میکنیم. این ترسی اون دستگیره رو به چست.